مهمان امروز من در خانواده فرهنگی و هنرمند در افغانستان متولد شد و در کودکی به ایران مهاجرت کرد. او که خالق بیش از 200 ملودی ماندگار در موسیقی پاپ ایرانی است، خود را هنرمندی فرای مرزها و متعلق به همه اقوام ایران و فارسی زبانان می داند. از کابل و تهران تا لس آنجلس امریکا بیش از 5 دهه از فعالیت او می گذرد. با من همراه باشید در گفتگوی ویژه با یکی از اثرگذارترین آهنگسازان معاصر، فرید زلات. آقای زولان، سپاسگزارم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. شما چه زمان از افغانستان به ایران مهاجرت کردید و نزد چه اساتیدی هنر آهنگسازی رو آموختید؟ میخواید ما رو با خودتون ببرید به اون روزها؟ چشمت من. منم خوشحالم که دعوتم کردین در این برنامه و بتونم توضیحات خوب به شما بدم. من 10 سالم بود که از افغانستان آمدم بیرون و آمدم تهران که یک بورسی دولتی ایران از وزارت فرهنگ و هنر داشتم که بعد در اونجا وارد هنرستان عالی موسیقی شدم که تحصیلات موسیقی من در اونجا ادامه دادم. نزد چه اساتیدی بودید که هنر رو آموختید؟ اساتید نازنینی که برابر با جان دوستشون دارم، آقای مصطفی پورتراب بودن، آقای حنانه بودن، آقای یوسف‌زاده بودن، خانم خسروی بودن و این نایی که بشر کدومشون در یک چی مثلا فرض میکنیم آقای فرزانه معلم هارمونی من بود، مثلا آقای مرتضی انانه معلم سازشناسی من بود و که در اونجا من درسمو تموم کردم. پدر شما مرحوم جلیل زولاند یکی از پیشگامان موسیقی معاصر افغانستان بودند. نقش بسیار مهمی داشتند در شکل‌گیری موسیقی پاپ افغان، اون چی که امروز وجود داره و خب خیلی از موسیقیدانان از ایشون پیروی می‌کردن. نقش پدر شما در زندگی هنریتون چیست؟ چه تأثیری روی شما داشتن؟ من بیش از این که بیام به ایران و شامل هنرستان عالی موسیقی بشم، در اون اتمسفر خانوادگی که زندگی می‌کردیم که موسیقی از روزی که متولد شدم تو گوش من بود، خیلی چیزها رو از پدرم یاد گرفتم که چقدر به مردمش توجه میکرد، چطوری شعرهای رو انتخاب میکرد و چجوری با مردم که از روشن فکر و بیرون و از هر طیف اجتماعی پدر من بسیار دوست میداشتن و پدرم برای هنر بسیار ارزش زیاد قائل بود و باعث پیشرفت بسیار موسیقی افغانستان پدر من بودن، نه اینکه پدر من باشه، جلیل زولاند. و ایشون ارکستر که در افغانستان هم یه ارکستر 5 نفر شش نفره، یه ارکستر 37-38 نفره تشکیل دادن که سرپرستان و رهبران ارکستر خیلی خوب و آدمای تحصیل کرده و خوب مثل آقای سلیم سرمست، آقای فقیر ننگیالی، اینا کسایی بودن که اون ارکستر رو رهبری میکرد و آهنگا رو روی اونا میرسوندن. و پدر من همیشه به من راجع به موسیقی صحبتهایی میکردن که همیشه در گوش من بود. یه روز به من گفت که تو میخوایی چی کار بکنی؟ این دیگه در زمان است که اومدن در ایران و من دیگه رشته آهنگسازی رو ادامه میدم. گفت بابا جان، وقتی که میخوای آهنگ بسازی و روی شعر کار بکنی، مردم پیش نظرت باشه. عشق زندگی تو مردمه. از خوشحالیشون تو باید خوشحال باشی، از ناراحتیشون ناراحت باشی، از وضع سیاسیشون از همشون باخبر باشی. شعری رو که میخونی، شعری رو روش کار کن که احساس کنی خودت گفتی. من تمام آهنگایی که ساختم، این شعرهایی که از دوستان نازنینم گرفتم که البته اونا ماشاءالله به این زیبایی این شعر رو گفتن، اما اس کردم که اگر من شاعر بودم یا ترانه سرا بودم این ترانه رو میگفتم. صحبت از موسیقی افغانستان شد، حال و هوای این روزهای موسیقی افغانستان رو چجور ارزیابی میکنید؟ یک مملکت که 20 سال یک نفسی گرفته بود، این مردم و تحصیلشان میپرداختن، زندگی میکردن. من دو بار رفتم بعد از 40 سال 40 خورده سال رفتم اونجا دوباره، یکیش سال 2013 بود، یکی 15
رفتم اونجا دیدم از نزدیک مردم دیگه مشغول کار و زندگی و تلاش و اینا، موسیقی، رادیو، همه اینا همینجور داشتن برابر اندازه خودشون داشتن میرفت جلو، که متاسفانه کنجا اون موقع میخواستن برای پدر من یک بنیاد بنا کنن که منو دعوت کردن رفتم اونجا. البته اونایی که این کار میکردن مملکت خودم که دعوت نباید بکنن، نه ایران نه افغانستان، ولی اینا مملکت خود منه و دلم برای هر جفتش خیلی تنگه. خلاصه رفتم در افغانستان، خیلی این جمع جوش و این جمعه که دیدم اصلا لذت بردم از اینکه این مردم زنده شدن و بسیار با استعداد و در این 20 سال بسیار پیشرفت کردن، اینقدر پیشرفت کردن که امروز طالبان رای چاره نداره تا که اون حکومت رو ادامه نمیتونه بده. چرا؟ برای که مردم با اوشن، مخصوصا طبقه زنان. من از اینجا باید از بگم من به زنای ایران افغانستان افتخار میکنم، انشالله که مردای ما از زنای ما مردانگیری یاد بگیرن و ظلم رو قبول نکنن و این وضعیتی که در اونجا از وضعیت ناراحت کننده است، مخصوصا در ایران و افغانستان. یعنی شما فکر کنین یک قشر مادرای اون مملکت رو اینا نمیذارن درس بخونه. همین کافی است که شما بدونی که بقیه چیزایش دیگه چیه، ساز و موسیقی که هیچی. تمام کسایی که دست به ساز داشتن، دست به هنر داشتن از مملکت یا فرار کردن یا رفتن در اونجا یه کار میکنه. شما فکر کنه یه کمدین نازنینی که مردم میخنداده اینا چند تا طالبان گیرش میارن و برای اونا جوک تعریف میکنه، اما اینو میبرن تو درخت میبندن و اینو تیربارانش میکنن. شما ببینید وحشت رو نگاه کنین، در هیچ جای جهان همچی چیزی وجود نداره، اما این مملکت آمریکا و همین اروپا این بدبختی رو سر افغانستان آوردن و سر ایران هم اینا آوردن. شما میدونید از افغانستان چقدر اینا لیتیوم آوردن بیرون؟ شما میدونید از افغانستان چقدر جواهر آوردن بیرون؟ بازم میگن حالا مثل که خراب شده اونجا رو بریم. شما فکر کنین آدمایی که تعیین کردن براشون، گفتن که آقا این آقا رو 10 میلیون دلار میدیم به خاطر که آدم جنایتکاره، اینو به آمریکا یا در به قانون تسلیمش کنین. امون آقا آمده امروز در افغانستان وزیر داخله شده، وزیر فرهنگ شده، یکیش 5 میلیون، یکیش 10 میلیون، یکیش 30 میلیون، اینا آمدن وزیر شدن. اما از یک جهت به شما بگم، حکومت‌های قبلی که بودن، حالا به صراحت بگم کرزی و غنی، اینا کاری کردن که زمینه رو مساعد کردن برای آمدن اینا و اینا هرچی پولی که آمریکا و دنیا ریخت اونجا ایف و میل کردن. شما تجربه حکومت قبلی طالبان رو هم داشتید و اون رو هم مشاهده کرده بودید از نزدیک. اون تجربه نبود که این وحشت رو این طالبان امروز چه فرقی با طالبان 20 سال پیش؟ هیچ فرقی نداره. یک کم بزک کردن اینا، اما زیر کار خودشونو میکنن. ما را ببینیم مدرسه رو میخوایم دخترانه رو آزاد بکنیم. نخیر نمیکنیم. یک چیزایی سر بعد اونجا افغانستان اصلا یک ما بهترین پشتونه داریم، بهترین پنشیری رو داریم، بهترین زبانهای مختلف داریم. اینا آدم های بسیار درست میان و بسیار آدم های با عزتی هستن. اینا هیچ فرقی با حکومت ایران ندارن، روش هایشان یک مقدار فرق میکنه. هیچی. شما ببینید که چی ثروتی از ایران دارن سوار اتوبوس میکنن میارن بیرون. اینا کجا میره؟ این پولی که تو مملکت ایران ثروت، یکی از ثروت 5 کشور جهانه، مردمش اینجوری زیر خط فقر زندگی کنه، 40-50-60-50 حتی 60%، 5% هم نیست که دستشون به دهنشون میرسه، که اونام دیوار کشیدن. موسیقی که شما در طول 50 سال اخیر تولید کردید، آهنگ‌هایی که ساختید، ملودی‌هایی که در اختیار خوانندگان قرار دادید، یه به نحوی سبک تلفیقی، یه سبک فیوژن خاصی داشته که مؤلف و صاحب اون سبک شما هستید. اون هم به خاطر میراثی است که از موسیقی افغانستان وارد موسیقی ایرانی کردید. خودتون چجور توصیف میکنید سبک کاریتون رو؟ من از این که یک افغانی هستم که در 10 سالگی در ایران بزرگ شدم و این دوتا فرهنگ اگر جدا از هم باشن، یه چیزایش
ارجفتشو دارم. به نظر من یک آهنگساز، یک کسی که آهنگ میسازه و یک سبک داره، گوشش بدهکار چیز نباید باشه. مثلا امروز شما خوشحاله، شخص دیگه یک ناراحتی داره گرفته، اینا امپریشن هاییست که میاد به من وقتی که شعر جلوی من قرار میگیره، خودم توش میبینم و این داستان ها تو فکرم هستش، این به صورت آهنگ ریخته میشه. من از اون موقع اولی که شروع کردم، من گفتم 14 سال 15 سالم بود که کارامو شروع کردم، من همش بغل دست ایرج جنتی عطایی عزیز و شهیار غنبری عزیز و اردلان عزیز که با اردلان آغاز شد این برنامه می نشستم و از اینا یاد می گرفتم. آهنگ نمی ساختم اون دو سه سال اولش، یکی دو سالش، فقط گوش می دادم اینا چی میگن، موضوعشون چیه. تو مجالسی که می نشستم، جایی می نشستم، منم یه گوشی می شدم. این سه نفر گارانتیه بر من. وقتی ترانه اینا رو می گرفتم رو پیانو می ذاشتم، بدون هیچ چونه چرا، فقط اون رابطه رو برقرار میکردم از اینکه بگم اگر من شاعر بودم اینه میگفتم، کارم رو انجام میدم و هر کاری که با اینا کردم فوق‌العاده خوب بوده. این صداقت مهمه. من مثلا افغانا از من گله میکردن که شما کار بر افغانا، من بر خواهرم، برای یک دختر خانمی بسیار نازنینه که بسیارم قشنگ میخونه، خانم لیا، برای اون یک آهنگ ساختم به نام پدرم را صدا کنید، برای همین وضعیتی که پیش آمده اون آهنگ ساختم. و یک آقای دیگه از به نام آرش بارز، اینا همین 4-5 تا آهنگ ساختم. آهنگی که اثر نداشته و شنونده یک خوشحالی نده، یک چیزی یاد نده، تفکر نقش راجبش نداشته باشه، و در نمیخوره به نظرم. من زخم خوردم، روزهای داخل ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا با هنرمندان داخل ایران هم همکاری دارید و کلن کارهاتون رو در اختیار کدومی که از خواننده ها قرار میدید؟ از نظر موسیقی و نوازندگی بسیار نوازندهای خوب، بسیار با استعداد، آهنگسازا خوب و بعضیش واقعا من دوست دارم که گوش میدم، اما از نظر ترانه و شعر که البته کسی که ترانه سراس اول باید شاعر باشه تا ترانه بگه. بعضی هم آمدن میگن بریم ترانه بگیم دیگه، اصلا شاعریش مهم نیست. اون استعداد شاعری را که شما نداشته باشی و اونو نشناسن، ترانه سرایی کار خوبی نمیشه. یعنی به اصطلاح اون چهار چوب کار درست از آب در نمیاد. جوانای ایرانی که به کار موسیقی مخصوصا خوانندگی میپردازن، احترام به کسی که دستشون رو گرفته بذارن، چون آهنگساز و ترانه‌سرا نباشه خواننده وجود نداره. شما در طول سالهای اخیر آثارتون رو در اختیار خوانندگان متفاوتی قرار دادید، مجریان آثار شما بودن، کدوم یکی از این صداها سازگاری بیشتری داشتن برای روی آثار شما؟ اول اینکه من آهنگ که می سازم
به سفارش خواننده من هیچ وقت آهنگ نساختم که خواننده بیاد به من بگه که آ گفته که مثلا شما بر من آهنگ بساز، حالا چی آهنگ بسازو چی مضمونی داشته باشه، نه. من برای اون خواننده که فت باشه بهش، به وجود اونریش جور در بیاد، من براش آهنگ ساختم. بعد گفتم بیا بخون که اینجور موفق شده. خوانندی نبوده که بر من سوژه انتخاب بکنه و این کارو بکنه. مثلا میگن فلان خواننده چی انتخابای خوبی کرده، نه، اون انتخابا رو آهنگساز و ترانه‌سرا کرده. این از این. اما مسئله‌ای که هستش اینجا اینه که من به هر خوانندی که کار کردم من صداشو دوست داشتم. بلا استثنا. بعضیا سوگولی من بودن، کلم دلالا دیگه نیستن. بعدش با یک چند تا خواننده بسیار درجه که من اینقدر به جرات میگم بهتون که خواننده میگم که یعنی حرفه‌ای میخونن. اینه من انشالله تا 5-6 ماه دیگه اینا رو میدم بیرون، بعد شما خواهید دید که یک چپتر دیگه تو زندگی کاری من شروع شده با یک صداهای جدید و درست. دوستان از امجام می نویسن که آقا مثلا با آقای ایکس، با خانم ایکس، با اینا چرا کار نمی کنی؟ بعضی این از این خواننده ها اصلا دیگه نمی تونن بخونن. قربونه تو برم، شما مگه نمی شنوین؟ آهنگ‌هایی که شما در طول سال‌ها ساختید هم جایگاه خیلی مهمی دارن در موسیقی پاپ ایران، هم که بسیار خاطره‌ساز بودن در حافظه جمعی مردم ایران برای چندین نسل. رمز ماندگاری این کارها چیست بعد از این همه سال که از تاریخشون می‌گذره؟ اگر آهنگی فراموش میشه نباید ساختش. آهنگی که صبح بیاد بیرون ساعت 12 خشک بشه از دیوار بیفته که فایده نداره که. یک انرژی، یک استعداد ادر رفته، یک خرچ گزاف ادر رفته، هیچ. یک دونه کار بخون درست بخون، دو تا کار بخون درست بخون، نه اینکه 8 تا دونه 12 تا نه بخونی معلوم نباشه که چی به چیه. بعد من یک تفکیک خیلی خوب بین خواننده کردم، مثلا سبک هایده. سبک هایده برای من یک سبک دیگه است که فلیورای ایرانی داره، مثلا شانهایت، یارب، نمیدونم شبا همش به میخانه میرم من، نمیدونم این چیزا، مثلا اون قصه من، این مختص اونه. موین و مثلا سفر و برای دیدن تو از حادثه ها گذشتم و کفر اونو نمیدونم چیزای خالق و پریچه و نمیدونم این چیزایی که ساختم اینا مختص اونه. مثلا شما فکر کن مثلا خالق رو بدم، پریچه رو بدم مثلا ابی بخونه، یا سفر رو بدم ابی بخونه. همینجور مثلا اگه هزار و یک شب و نمیدونم عطر تو گریه نکن و اینا رو بدم با موین، اصلا دیگه اون نیست. یا کاری که به داریوش دادم مثلا شقایق، یاور میشه مومن، نمیدونم زیاد دست دیگه از داریوش از همه زیادتره. شما صحبت این خواننده ها رو کردید، من خاطرم اومد شما موقعی که کارتون رو شروع کرده بودید در ایران در حکومت سابق، خب بسیاری از کارهای شما تم انتقادی، تم اجتماعی داشت در اون دوران. آیا شما خودتون رو جزو مخالفای حکومت سابق میدونید، یا اینکه دستگاه امنیت در اون دوره با شما برخورد خاصی هم داشت؟ اصلا چیزی که هست اینا، من به خصوص هیچ مخالفتی نداشتم، چون در اون زمان، الانی که دارم میبینم مخصوصا الان، هیچی ما کم نداشتیم. فقط میگفتن شاه رو فوش ندین، اعلیحضرت رو فوش ندین. خب نباید بدی، چرا بدی؟
چیکار کرده؟ برای مملکتت آبادی درست کرده؟ چی میخوای دیگه؟ اونایی که فوش میدادن اینا که همشون رسوا شدن و به بدبختی افتادن الان. چی روشن فکران بودن، چی چپیا بودن، چی اینوریا بودن اینا، الان جمع کنن دیگه، بیان این چیزی که خودشون پختن بیان جمع کنن دیگه. اون آدم رفت. در ساواک به من مراجعه کرد. من و اردلان و ایرج و شهریار و چند تا هنرمند دیگه رو خواستن. اما رفتیم اونجا نشستیم. یه هفته هشت ساعت اونجا ما رو نگه داشتن. خب در دل ما ازدهار چیز میگشت که مثلا خب من اون سنم هم زیاد نبود، مثلا 16 سالم بود مثلا. رفتم اونجا یه ذره نزوست بودم که چیزایی که تو گوش ما گفته بودن که چی حرکات میشه و چیزا، هیچ کدوم از این حرکات نبود. ما رفتیم اونجا، ما رو صدا زد اون آقا، صحبت کرد با ما، گفت آقا جان شما این چیزا رو مینویسین میایین بیرون، این جوونا نمیدونن. چند وقت پیششم تو تاکسی یکی بم گذاشته بود و نمیدونم از این چیزا، گفت این کارا رو میکنن، این کار رو نکنه، اینا رهنمایی بد نشن. اما از نظر اجتماعی تمام ترانه سرایی که فکر میکردن که اینا آدمای مخالف هست، مخالف نبودن، اینا مملکتشون رو دوست داشتن، ما ایران دوست داشتیم، برای خوبی ایران اینا نوشته شده. ای چیزی که بگین که آقا این چون اون بوی گندم، مثلا این بوی گندم یک ترانه زیبای ناسیونالیستیه، میگه هر چی داره مال منه، مال مملکت منه. پس از این بهتر میشه گفت؟ پس ما نتیجه میگیریم که نه مخالفت که نداشتیم هیچی. ببین هنرمند یک اجتماع به اندازه خودش، به اندازه کارش میتونه مؤثر باشه روی اجتماع. پس ما میتونیم یک راهنمای کوچولوی باشیم که بگیم آقا این راه که بریم ممکن تو جوب بیفتی، یه ذره این ورتر. حالا اگه اون میخواد تو جوب بندازه خودشو یه کار بکنه که ما دست ما جای بند نیست. آقای زولان شما یکی از اثرگذارترین موسیقی دانان هستین، هم در موسیقی افغانستان هم در موسیقی ایران. چه پیامی برای مردم هر دو کشور دارید؟ آهنگساز خیلی چیز کار بزرگیه، ما خیلی به اونجا نرسیدیم. من یک آهنگساز همیشه گفتم فارسی زبان هم. من آهنگساز تاجیکستان هستم، بخشی از پاکستان و هندوستان هستم، ایران که از خودمه، افغانستان هم از خودمه. من تنها چیزی که از خدا میخوام که اینا آزاد بشن، هم ایران هم افغانستان، هر جایی که در قید انشاءالله که آزاد بشه. چی پیام دیگه بدم؟ آزادی که آمد، رفاه که آمد، مملکت به جایی رسید، موسیقی هم پیشرفت میکنه. اون موقع موسیقی نصیحت میکنم، خواهش میکنم موسیقی خوب گوش بدن. همین. سپاسگزارم از شما آقای فرید زولان، گفتگو با شما بسیار دلنشین و دلچسب بود. تو خیلی ممنون. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز، خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز، خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت تمام از آن جایی که ماندم ناتمام، آواز خواهم کرد تو را ای خانه برآب، تو را ای تشنه سیراب، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد.